24 دی ماه 1395 خورشیدی و 13 ژانویه 2017 میلادی. در امشب صفحه آخر به چند موضوع می‌پردازیم. یک، ادامه ماجرای کلاهی و کشمیری در پیوند با انفجارهای هفته تیر و هشت شهریور شصت. دو، خبرها و شایعه‌های مربوط به مرگ طبیعی یا قتل هاشمی رفسنجانی. و سه، که در واقع با همین موضوع دوم یه مقدار تلفیق میشه، به گروه بندهایی که اطلاعات سپاه از طریق بکارگیری بعضی افراد در بین روزنامه‌نگارا انجام میده. پرده آخرم در آخر برنامه بایستی نرین بذارین من یه نکته رو اینجا بگم که تا یادم نرفته دنبال یه جایی میگشتم تو برنامه که این اشاره رو بکنم که هفته آینده یعنی جمعه آینده برنامه پوشش زنده مراسم سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ هست که به طور زنده از بخش فارسی صدای آمریکا پخش میشه و فقط هم در این یک ساعت برنامه صفحه آخر نیست، تقریبا تمام برنامه‌های صدای آمریکا بخش فارسی به ویژه در پیوند با همین پوشش زنده برنامه تحلیف و سوگند ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا است. بنابراین این یک ساعت از دست ندین امشب، چون هفته آینده برنامه ندارین، بعد میره هفته بعدش، یعنی برنامه صفحه آخر. درباره سرنوشت محمد رضا صمدی کلاهی دو هفته پیش برنامه داشتیم که مهمان محترم اون برنامه آقای مرتضی صادقی با استناد به شواهدی که ارائه کردن گفتن که محمد رضا کلاهی که حکومت او را عضو مجاهدین خلق و عامل انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی در هفته تیر 60 اعلام کرده، به احتمال قریب به یقین همون فردی است که به نام علی معتمد در هلند به ضرب سه گلوله افرادی که ناشناس اعلام شدند درست یک سال پیش از این کشته شد. درباره انفجار نخست وزیری و ماجرای تابوت خالی مسعود کشمیری هم که اعلام شد عامل اون انفجار و عضو سازمان مجاهدین خلق، در پیوند با این موضوع هم آقای محسن سازگارا به عنوان شاهد عینی اون انفجار دانسته های خودشون از انفجار دفتر نخست وزیری در 8 تیر 60 گفتند و امشب یک نگاه دیگه ای داریم به اون دو انفجار که در واقع مربوط می شود به ترورهای حکومتی یا ترورهای درون حکومتی. اول نظر دکتر ابوالحسن بنی صدر رو بشنویم، 4 سال پیش در برنامه صفحه آخر، باز بشنویم. من با سازمان مجاهدین تا بعد از اون انفجار هیچ گونه ارتباطی نداشتم. صبح بعد از انفجار هم بیانیه در محکوم کردن اون عمل تروریستی انتشار داد. بعدم با ستاد ارتش ارتباط گرفتم که این کار کی بوده. اونا گفتن این یک انفجار مهندسی شده بوده، به ترتیبی که سقف یک جا فرود آمده و احدی زنده باقی نگذاشته. این رو یا مهندسی ارتش کرده یا سپاه کرده و ما نکردیم. و اگر سپاه کرده، سپاه به دستور چه کسی کرد؟ خب های دکتر ابوالحسن بنی صدر بودن، رئیس جمهور اسلامی ایران، که عرض کردم 4 سال پیش در برنامه صفحه آخر درباره انفجار هفته تیر 60 با ایشون برنامه داشتیم و حالا جزئیات نظر ایشون رو در ادامه خواهم گفت. امشب اجازه بدین نخست بگم که در خدمت آقای امیرعباس فخرآور هستیم، فعال سیاسی، نویسنده کتاب رفیق آیت الله که حالا رجوع خواهیم کرد به این کتاب و همینطور این کتاب، و استاد قانون اساسی در دانشگاه ایالتی تگزاس. آقای فخرآور خوش آمدید در امشب صفحه آخر. درود بر شما جناب فلاحتی عزیز و درود بر تمام ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک. درود بر شما. ببینید، سه فصل از کتاب حدوداً 700 صفحه رفیق آیت الله و همین دو انفجار بزرگ سال 60 مربوط میشه که حدود 100 نفر از مسئولای حکومت کشته شدن، از جمله آیت الله بهشتی که معروف بود به آدمی که غرب روش حساب میکرد و آدم پرقدرتی هم بود در حکومت ایران. شما اشاره کردین توی کتاب اسناد و شواهدی که شما توی این کتاب آوردین، در حقیقت من خلاصه بکنم یک هدف اصلی رو دنبال میکنه، اینکه ترورهای حکومتی اساساً با هدایت کاگبه
و مدیریت سید علی خامنه ای انجام شده. آقای دکتر بنی صدر معتقدن اون ویدیویی که ازشون نشون دادیم، بعد در ادامه صحبت میکنه، حالا به دلیل فرصت کم من دیگه گفتم خودم این تیکه رو با اجازه ایشون نقل بکنم، معتقدن که انفجار هفته تیر و کشته شدن بهشتی میتواند به دست خود خمینی انجام شده باشه، چون او از قدرت بهشتی واهمه داشت. حالا شما بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی متشکرم جناب فلاحتی عزیز. من خب بعد از 4 سال کار شبانه روزی روی کتاب رفیق آیت الله دیگه برای من کوچکترین تردیدی با توجه به اسناد و مدارک فراوان و غیر قابل انکاری که توی کتاب هم گذاشتم، برای من تردیدی باقی نمونده که شخص سید علی خامنه‌ای و تیمی که در کنار خودش داشت و معروف هستند توی تاریخ انقلاب اسلامی، اگر نگاه بکنید این تیم معروف هستند به ستاد ضد کودتای نوژه یا ستاد خونساسازی کودتای نوژه، که مستقیما این تیم توسط خود خامنه ای ساخته شد، توسط خود خامنه ای هدایت میشد و تغذیه اطلاعاتی این تیم توسط سازمان امنیت شوروی کاگب انجام میشد. برای من کوچکترین تردیدی وجود نداره که مراحل شناسایی اهداف که چه کسانی باید ترور بشن، چه کسانی باید از صحنه حذف بشن و مراحل این که خب اون امکانات در اختیارشون قرار بگیره، نوع بمب‌ها، نحوه کارگزاری بمب‌ها، تمام اینها مستقیما توسط سازمان امنیت شوروی انجام میشد که اجرای اون هم به عهده تیم مستقیم شخص سید علی خامنه ای گذاشته شده بود. برای اینکه خامنه ای، یعنی اگر شما نگاه بکنید هر پرونده جنایی که پیش میاد، اولین سوالی که میپرسند برای اینکه بتونن قاتل رو پیدا بکنن، میگن چه کسانی سود بردند از این اتفاقی که افتاده. خب اگر ما بخوایم این تئوری رو بپذیریم که مثلا خمینی خودش مستقیما انجام داده باشه یک همچین چیزی رو، خمینی اون موقع رهبر انقلاب اسلامی هست، هر چیزی رو که میخواسته یه دفعه از آسمون در آسمون باز شده، پرتاب شده روش و همه این چیزها رو داره و خمینی چیز جدیدی احتیاج نداره که بخواد معادله ای رو به هم بزنه، کاری رو بخواد جابجا بکنه. و تاریخ انقلاب رو هم نگاه بکنیم میبینیم درسته مثلا سایه کسانی مثل بهشتی بلند بود، ولی سایه هیچ کس توی اون انقلاب به بلندی سایه خود خمینی نبود و خمینی نمیتونست این کار انجام بده. اما کسانی بودند که اصلا دیده هم نمی شدن در حضور افرادی مثل بهشتی، مثل باهنر، مثل رجایی، در حضور این افراد امثال خامنه ای و امثال موسوی خوئینی ها، اینها آدم هایی بودند که اصلا هیچ محلی از اعراب نداشتند و دیده نمی شدند. و حالا وقتی که تحولات رو توی همین 3 فصل کتاب، فصل 7، 8 و 9 کتاب رفیق آیت الله اگر دنبال بکنید، حدود 300 صفحه از کتاب هست، دقیقاً میبینید که چطور خامنه ای این افراد رو تارگت میکرد، هدف میگرفت و چطور رد پاها رو پاک میکردن و همه چیز رو از بین میبردن. در نهایت هم یک سوال بسیار بسیار بزرگ و کلیدی که فکر میکنم میتونه رمزگشای این پرونده باشه، اگر واقعا کتاب رفیق آیت الله اشتباه میکنه، اگر من اشتباه میکنم و تمام اسناد تاریخی که گذاشتیم اشتباهه، آقای خامنه ای میتونه دستور بده همین الان تماس بگیره با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و همین الان که دارن اتفاقا این برنامه رو، من مطمئنم دارن زنده هم میبینن، میتونه آقای خامنه ای که قدرت اول، قدرت خداوندی بهش داده شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه که حاکم بر جان و مال و ناموس مردم شده طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، میتونه به راحتی خامنه ای به رئیس قوه قضاییه بگه پرونده ترورهای تابستان سال 60 رو، به ویژه ترورهایی که در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی هفته تیر سال 60 انجام شد و همینطور در 8 شهریور سال 1360 در دفتر نخست وزیری انجام شد، خامنه ای میتونه درخواست بکنه بگه رئیس قوه قضاییه این پرونده الان 35 ساله که پیگیری نشده، لطفاً بعد از 35 سال این پرونده رو بذارید برای پیگیری، اگر ریگی تو کفش آقای خامنه ای نیست همین الان این تماس رو با آقای صادق لاریجانی بگیره. ببینید، تا به حال صحبتی که بوده است این بوده است که اون ترورها کار سازمان مجاهدین بوده، هیچ وقت البته سازمان مجاهدین خلق به عهده نگرفت اونا رو، ولی همیشه این صحبت بوده که کلاهی که عامل ترور بهشتی و 72 تن معروف شدن در مقر حزب جمهوری اسلامی و همینطور مسئول کشمیری که عامل انفجار دفتر نخست وزیری و ترور رجایی و باهنر شدن، کشته شدن این آدم ها شد، اینها جفتشون از اعضای سازمان مجاهدین خلقن. ببینید، بعد از، من یه نکته هم بگم بعد ازتون در این پیوند سوال بکنم، بعد از اینکه اون برنامه 2 هفته پیش که من اشاره کردم اول برنامه پخش شد، یکی از دوستان فیسبوک بنده
یعنی پیام شخصی فرستاد که اجازه بدین من اون تیکه رو براتون بخونم. اصلا بله، عکسم خوشبختانه دوستان گرفتن. نوشته است: من در سال 62 در کردستان ایران با مجاهدین بودم و مدتی هم در رادیو مجاهد در کوها کار کردم. با دیدن برنامه شما راجع به کلاهی، من عکس ایشان رو شناختم. من با ایشان در قسمت فنی رادیو مجاهد بودم و اسم مستعار ایشان مهندس کریم بود. تا سال 66 همه از اسم مستعار استفاده میکردن. من ایشان را بعد از سال 64 دیگر ندیدم. بعد من سوال کردم، همینطور که میبینین که هیچ امکانی رابطه سرنخی ندارید که بشه از بعد از سال 64 مطلع شد، که ایشون نوشتن اون موقع محل رادیو عوض شده بود، امکانات زیادی به دست آورده بودیم. من سال 65 دوباره به رادیو رفتم و مدتی اونجا بودم. من آنجا مهندس کریم کل یعنی همون کلاهی رو ندیدم. شنیده بودم که به خارج رفته بود. اون موقع اکثر مسئولین بالا برای گرفتن پناهندگی و پاسپورت به خارج می‌رفتن و بعد از گرفتن پاسپورت به منطقه یعنی عراق می‌آمدند. اون موقع من شنیدم که مهندس به خارج رفته و دیگر ایشان رو ندیدم، تا اینکه دوستانم از هلند با من در این رابطه تماس گرفتن و بعد از چند روز از آن تماس من برنامه شما رو در اون رابطه دیدم. من از سال 1361 تا 1371 با مجاهدین بودم و از افراد اولیه تشکیل دهنده واحدهای عملیاتی در کردستان ایران بودم. و بعد پایین‌تر نوشتن: ارزیابی من به طور کلی این است که ممکن است که فرد ترور شده کلاهی باشد. دماغ و کلیت چهره کلاهی برایم شناخته شده است. آقای فخرآور، ایشون هم تایید میکنن که کلاهی که در دهه 60 عضو مجاهدین خلق بوده احتمالاً همون فردی است که به اسم علی معتمد در هلند یک سال پیش کشته شد. یعنی بپذیریم که کلاهی عامل انفجار هفته تیر 60 بوده و عضو مجاهدین بوده، چرا نباید بپذیریم که کار سازمان مجاهدین بوده اون انفجار؟ ببینید، به هیچ عنوان سازمان مجاهدین در این انفجارها نقشی نداشته. و اولا این دوستمون اتفاقا مطلبی که نوشتن کاملا میتونه درست باشه. ایشون نوشتن که از سال 61 عضو سازمان مجاهدین بودن و انفجارها در سال 60 انجام شده. تا سال 60، تا دست کم شهریور ماه سال 60 که این دو انفجار دیگه هر دوش انجام شده است، تا اون زمان نه کشمیری و نه کلاهی هیچ کدومشون عضو سازمان مجاهدین خلق نبودن. اتفاقا من تو کتاب رفیق آیت الله، که یه نکته رو بگم خدمتتون، توی کتاب رفیق آیت الله من حتی از یک سند اپوزیشن استفاده نکردم. سعی کردم مجموعه اسنادی که در باره تاریخ ایران ازش استفاده میکنم اسنادی باشه که مربوط به خاطرات خود مسئولین جمهوری اسلامی باشه یا اسناد رسمی باشه که خود جمهوری اسلامی داره منتشر میکنه. پس هیچ سند اپوزیشنی توش نیست. طبق تمام اسناد رسمی که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی وجود داره و اسناد رسمی و خاطرات خود مسئولین جمهوری اسلامی، کشمیری و کلاهی، هر دوی اینها از افراد انقلابی بودن، عضو کمیته های انقلاب اسلامی بودن، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن و به هیچ عنوان تا زمان انجام انفجارها عضو سازمان مجاهدین خلق نبودن. اما چرا این دوستمون میتونه درست گفته باشه؟ برای اینکه بعد از انفجارها هر دوی اینها از کشور خارج میشن. حالا یا انفجارها رو حالا انجام دادن، حس میکنن بهشون خیانت شده چون قرار نبوده کسی بفهمه اینها این رو انجام دادن و شاید میخواسته رژیم میخواسته اینها رو قربانی بکنه، رفتن پناه بردن به دامان مجاهدین بعد از انفجارها. یا اینکه تئوری که خود من خیلی قوی تر اتفاقا روش میایستم اینه که هر دوی اینها برای ادامه فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، یعنی جزو مسئولین تیم فرنگی کاران میشن، میان به خارج از کشور و شروع میکنن نفوذ میکنن به سازمان‌های که رژیم ازش وحشت داره، مثل سازمان مجاهدین خلق نفوذ میکنن به این سازمان ها و از اون طریق سعی میکنن یک سری از خواسته های سازمان اطلاعات رژیم رو در واقع انجام بدن. و دقت بکنید که کلاهی و کشمیری هر دوشون، من موارد مختلفی رو توی کتاب آوردم که ظرف 34-35 سال گذشته دائم اینها ترک شدن، یعنی مسیرشون ردیابی شده توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اطلاعات سپاه. توی مقالات مختلفی که جمهوری اسلامی مینوشت، منتشر میکرد توی وبسایت‌های خودش، تو خبرگزاری‌های رسمی خودش عنوان میکرد کشمیری و کلاهی توی آلمان دیده شدن، تو رستوران تو هامبورگ دیده شدن، کشمیری نمیدونم توی یکی از سرداران سپاه گفته بود این رو اخیراً که کشمیری توی مراسم ختم پدرش مثلا چند سال پیش در لندن رفته بود، شرکت کرده بود در دهه 70. و تمام اینها نشون میده که سازمان‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی کاملاً می‌دونستان کشمیری و کلاهی کجا هستن، آدرسشون چیه و به نظر میاد کاملاً با اینها همکاری هم داشتن. اما یک سال و نیم پیش
وقتی که کتاب رفیق آیت الله داشت میومد بیرون، من یک مصاحبه رو همینجا در صدای آمریکا داشتم و همین سوال مهم رو پرسیدم که از آقای خامنه ای مستقیما رو به دوربین پرسیدم، گفتم که چرا آقای خامنه ای اگر واقعا راست میگین شما و کشمیری و کلاهی عاملین انفجارهای تابستون سال 60 بودن، چرا درخواست نمیکنید از پلیس بین الملل، شما که میدونید اینا تو کدوم کشور هستند و تو مقالاتتون مینویسین، چرا از پلیس بین الملل درخواست نمیکنین که کشمیری و کلاهی رو دستگیر بکنن، وقتی که از پلیس بین الملل میخواهید که مهرگان امیر خسروی رو که برادرش رو به ناحق اعدام کردید به عنوان کسی که اختلاس 3000 میلیارد تومانی کرده، و وقتی که میایید خاوری رو براش رد نوتیس میذارید، برای مهرگان امیر خسروی رد نوتیس میذارید، اون اعلان قرمز رو روی اف بی آی میذارید که اینها دستگیر بشن، چرا همون اعلام قرمز رو کار یک تلفنه از طرف پلیس ایران به پلیس مقر پلیس بین الملل بهشون بگن که آقا کشمیری و کلاهی رو لطفاً بذارید توی لیست دستگیری خودتون؟ چرا در 34 5 سال گذشته هیچ وقت جمهوری اسلامی کوچکترین علاقه نشون نداده بود که از پلیس بین الملل بخواد که کشمیری و کلاهی دستگیر بشه؟ این سوال رو وقتی من مطرح کردم در همین صدای آمریکا، دو ماه بعد مأمورین وزارت اطلاعات میرن در خونه کلاهی و کلاهی رو میکشن، کلاهی که سالها با یک هویت مخفی داره زندگی میکنه اونجا، و میرن سراغ کشمیری که کشمیری رو هم در آلبانی دستگیر بکنن، که اونجا هم کشمیری حالا از دست اینها متواری شده، یعنی اینا داشتن رد کشمیری و کلاهی رو تا سال گذشته که کتاب رفیق آیت الله بیرون میاد رد اینها رو گرفته بودن، حالا که این کتاب سوالها رو داره مطرح میکنه، رژیم شروع کرده به پاک کردن رد پاها. تمام کسانی که اسرار رو درباره پرونده انفجارهای تابستون سال 60 میدونن، همه اونها رو رژیم داره سر به نیست میکنه. ببینید، در پیوند با اسنادی که شما اشاره کردیم، که هیچ کدوم از عکس ها و اسنادی که در کتابتون هست، کتاب رفیق آیت الله، اینها اسناد اپوزیسیون نیست یا شواهدی نیست که اپوزیسیون ارائه میده. حالا شما به لسان آمریکاییش گفتین اپوزیشن، من همون فرانسوی ایرونیشو میگم اپوزیسیون که آشناتر. و باری در همین اسناد و شواهدی که هست، یه عکسی توی کتاب، من یه اشاره بکنم، این کار تحقیق اهمیتش واقعا بیشتر اینه که خیلی چیزها رو آدم محقق مثل بقیه همینجوری نگاه میکنه، ولی بقیه ازش میگذرن و آدم محقق چشمشو میگیره، مثل یه هنرمند چشمشو میگیره فلان نکته، فلان عکس، فلان نمیدونم مطلب، و بعد روش مکس میکنه، رو اون کار میکنه، رو اون ابژه به اصطلاح، و اونو برجسته میکنه و از اون ای بسا خیلی مطالب در بیاد. تو همین رابطه است، ببینید یه عکسی هست که از میز خطابه‌ای که بنا به مطبوعات جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای پشتش داشته سخنرانی می‌کرد، این عکس تو این کتاب رفیق آیت الله هست، این عکسی که داریم می‌بینیم در مسجد ابوذر در 6 تیر 60 که بمب ضبط صوت گنده فرقان به اصطلاح منفجر میشه و آقا سید علی خامنه‌ای فلج میشه اونجا و این داستانا. ببینید، ولی این میز رو نگاه کنین، سالم سالمه، حتی گلدون شیشه‌ای روی میز نشکسته، جلال خالق. وبسایت خامنه‌ای هم گزارش ترور خامنه‌ای رو نوشته که اینجوری نوشته، نوشته سمت راست بدن پر از ترکش بود و قطعات ضبط صوت قسمتی از سینه را کاملا سوخته بود، دست راست از کار افتاده بود و ورم کرده بود، استخوان‌های کتف و سینه به راحتی دیده می‌شد. بعد ببینین این صحنه وحشتناک از بدن این آدمو نوشته، بعد حالا عکسشو ببینین توی بیمارستان، عکس خامنه‌ای رو، این عکس همچین تر و تمیز و اینا. خب این توی بیمارستانه. من اینا رو که میگم، این قسمت رو من خالصا مخلصا از تو کتاب درآوردم، دیدم اینا چشم من خیلی گرفت که آقا تو بیمارستان اون ماجرای گلدون رو گفتم، اون شرحی که در وبسایتش نوشتن که چجوری شلوپل شده و درب و داغون شده، و اینجا این عکس اون آقای فخرآور نوشتن که این وجنات یه آدم، یکی خلاصه بمب منفجرش کرده، اینجوری نیست، نه ریشش سوخته، نه موهاش، نه من فلانه. درسته که این عکس بلافاصله بعد از انفجار صورت نگرفته، ولی همه چیش میزونه این آدم. حالا آقای فخرآور، من اینو به اونا رو بهانه گفتم که در فرصت 10 دقیقه‌ای که داریم خواهش می‌کنم توضیح بدین، هم درباره این ترور هم درباره ترورهای دیگر. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش میکنم. ببینید دقیقاً نکات بسیار خوبی رو بهش اشاره کردید. اولا باید ببینیم که خب برای چی باید خامنه ای و سازمان امنیت شوروی با هم دیگه بیان و کسانی مثل بهشتی و رجایی و اینها رو بخوان ترور بکنن. ما وقتی به پرونده بهشتی و رجایی نگاه میکنیم میبینیم که آمریکایی ها، دولت آمریکا، CIA یک گزارشی از گزارش محرمانه از CIA در سال 2008 از حالت محرمانه خارج شد این گزارش و منتشر شد که من اصل اون گزارش رو هم توی کتاب رفیق آیت الله گذاشتم که درباره سابقه ارتباط آمریکایی ها با آیت الله بهشتی داره میگه و اینکه چقدر با آیت الله بهشتی به عنوان امید نگاه میکردن. بهشتی به عنوان امید آمریکایی ها بود برای اینکه بتونن بعد از ماجرای گروگانگیری دوباره برگردن به ایران و این بسیار شوروی ها رو عصبانی کرده بود. حتی توی تمام گزارش هایی که ما از CIA و وزارت خارجه آمریکا داریم میبینیم بهشتی رو به عنوان کسی که ممکنه بعد از خمینی جانشین خمینی باشه و رهبر باشه و این قدرت رهبری رو هم حتی داره دارن ازش یاد میکنن و بسیار بهش نزدیکن. میگن ما شماره تلفن بهشتی رو داشتیم، هر وقت کاری پیش میمد ما فقط با بهشتی میتونستیم تماس بگیریم. خب این دید آمریکایی ها به بهشتیه و جالب اینجاست که سازمان امنیت شوروی با اون تبلیغات دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن، اون کمپین بزرگی که درش استاد بودن، کمپین دروغ و شایعه سازی، اینجوری وانمود کرده بودن توی تمام این سالها که بهشتی مأمورش خود شوروی ها بوده، در صورتی که بهشتی امید آمریکایی ها بود برای اینکه شرایط بعد از انقلاب دوباره جوری تثبیت بشه که آمریکا بتونه برگرده توی ایران و سفارت خودش رو باز بکنه. خب این بهشتی پس هم شوروی انگیزه داره و هم خامنه ای، برای اینکه توی حزب جمهوری اسلامی بهشتی همه کاره حزب و خامنه ای عملا هیچ کاره است، در کنار بهشتی اصلا حتی دیده نمیشه، اینقدر قد سیاسی بهشتی بلنده. در کنار اون خب رجایی چرا؟ رجایی اگر شما برگردید به دوران نخست وزیری رجایی، وقتی که رئیس جمهور بنی صدره، نخست وزیر رجایی تو دوران نخست وزیریش بارها و بارها با سفیر شوروی رجایی درگیر میشه، کار حتی به فحاشی میکشه، درگیری های لفظی شدید که این درگیری ها به رسانه ها میکشه، در روزنامه های کیهان و اطلاعات عیناً منتشر میشه، درگیری نخست وزیر جمهوری اسلامی آقای محمد علی رجایی و سفیر شوروی که به شدت به اونها اعتراض داشت، به ویژه بعد از حمله شوروی به افغانستان، و شوروی میخواست که از شر رجایی خودش رو خلاص بکنه، مخصوصا وقتی دیده بود که حالا رجایی دیگه نخست وزیر که نیست، هیچ، رئیس جمهور شده و انگیزه بسیار زیادی شوروی داشت برای اینکه هم رجایی هم بهشتی رو، هر دوی اینها رو برداره. خامنه ای هم همین انگیزه رو داشت برای اینکه با حذف امثال رجایی و بهشتی، جالب بدونید بعد از اینکه اینها بهشتی رو در هفته تیر میکشن، فردای اون روز هاشمی رفسنجانی تو کتاب خاطرات خودش عبور از بحران نوشته رفتیم پیش خمینی، هاشمی رفسنجانی میگه به امام پیشنهاد دادم که آقای خامنه ای بشه رئیس جمهور، امام مخالفت کرد و قرار شد رجایی بشه رئیس جمهور. یعنی این طرح وجود داشته که خامنه ای بعد از استیضاح بنی صدر و بعد از کشتن بهشتی، خامنه ای بیاد بشه رئیس جمهور، که خب طرح موفق نبود، خمینی باش موافقت نکرده بود، تا وقتی که بعد از کشتن رجایی دوباره میرن سراغ خمینی، بهش فشار میارن که باید اینها هم قبول بکنه که خامنه ای بیاد رئیس جمهور بشه. اما چجوری این کار رو انجام دادن؟ اینا برای این که انگشت اتهامی به سمت خامنه ای و تیم خامنه ای نیاد، باید یک ترور ساختگی رو طراحی میکردن. این ترور ساختگی برای روز سیوم تیر ماه، در واقع سیوم خرداد ماه سال 60 طراحی شده بود. قرار بود خامنه ای بره توی مسجد ابوذر و اونجا وایس سخنرانی رو بکنه و تو اون سخنرانی مثلا ترور بشه و بعد توی بیمارستان باشه که ترورهای دیگه از هفته بعد میخواد انجام بشه، دیگه مشکلی نباشه. روز سیوم خرداد همون روزیه که جلسه استیضاح بنی صدر رو اینا شروع کردن، فکر میکردن میتونن تمومش کنن، با مقاومت توی مجلس مواجه شدن و جلسه روز سی خرداد تموم نشد، به 31 کشید. برای همین سخنرانی خامنه ای رو توی مسجد ابوذر کنسل میکنن، میندازن به یک هفته بعد. نگاه بکنیم وقتی من به مصاحبه اخیری که حجت الاسلام مطلبی داشته، امام جماعت مسجد ابوذر، خیلی مصاحبه جالبیه که مطلبی میگه مسئول حفاظت حزب جمهوری اسلامی آقای محمد علی نظران میگه با من تماس گرفت و گفت آقای خامنه ای داره میاد اونجا برای سخنرانی. توجه بکنید، محمد علی نظران مسئول حفاظت حزب جمهوری اسلامیه. آقای محمد علی نظران یک کارمندی داره که زیر دستش کار میکنه به اسم محمد رضا کلاهی صمدی. کلاهی صمدی مستقیما نوچه
و چمدون کش آقای محمد علی نظرانی که مسئول حفاظت حزب جمهوری اسلامیه. مسئول حفاظت حزب تماس میگیره با مسجد ابوذر، میگه خامنه‌ای داره میاد اونجا. بعد اگر حالا کتاب رو دنبال بکنید، خامنه‌ای میره توی مسجد، هیچ کس حتی خامنه‌ای رو نمیشناسه. 45 دقیقه میشینه کنار در، همون جلوی در که وارد میشه، میشینه با 6 7 نفر، خود آقای حاج آقا مطلبی میگه توی خاطراتش، میگه با 6 7 نفر از دوستان دوران زندان خودشون گویا آقای خامنه‌ای نشستن و داشتن صحبت میکردن. 45 دقیقه تمام اونجا نشسته بود و انقدر برای مردم مهم نبود، هیچ کس نرفته بود اصلا سراغ آقای خامنه‌ای. بعد میاد وای میسه صحبت بکنه. جالب، مطلبی میگه بمب، خدا رو شکر بمب منفجر نشد. پس بمبی منفجر نشد، میگه بیشتر شبیه شلیک یک گلوله بود. و بعد همونجوری که شما گفتید، نه اثر سوختگی روی میز وجود داره، نه اثر شکستگی وجود داره، نه اثر سوختگی روی ریشهای پراکنده آقای خامنه‌ای وجود داره، نه هیچ اثر بریدگی، هیچ چیزی، نه هیچ اثر خونی. تمام عکس‌هایی که از انفجار روز ششم تیر ماه هست در مسجد ابوذر هست، شما حتی نمیتونید خون پیدا کنید اونجا. یک لکه بسیار کم رنگ 2 سانتی متری شاید روی فرش یه گوشه قرمزه که میگن اون خونه، ولی میگن انقدر خون از بدن خامنه‌ای رفته بود تو گزارشایی که حالا دارن مینویسن که خامنه‌ای دیگه از شدت از دست دادن خون چند بار از دست رفت و دوباره ولی برگشت. توی صحنه هیچ خونی وجود نداره، هیچ اثر سوختگی وجود نداره. ببینید، شما میفرمایید که خامنه‌ای یک روز قبل از انفجار بزرگ هفته تیر 60، اون انفجار ساختگی براش ایجاد میشه. اول بگین دستش چجوری فلج شد؟ پس دستش به هیچ عنوان اونجا آسیب نمیبینه. دست خامنه‌ای 8 ماه بعد، توی خاطرات هاشمی رفسنجانی بخونید عبور از بحران، 8 ماه بعد یک دو خانم دکتری از کره به اسم خانم دکتر لی می اومده پیش خامنه ای و ساعتها با خامنه ای طب سوزنی مشغول بوده و تعداد بسیار زیادی سوزن روی دستهای ایشون داشته، می زده روی کمر ایشون، می زده روی بدنشون، می زده به ویژه روی دست راست ایشون. یک در نتیجه این طب سوزنی که گویا از کنترل این خانم دکتر کره ای خارج میشه، در نتیجه این دست راست خامنه ای 8 ماه بعد از انفجار فلج میشه و هیچ ارتباطی به این انفجار نداشته. به خاطرات هاشمی رفسنجانی رجوع کنید. یعنی هیچ ارتباطی همین طب سوزنی هم با اون ترور به فرمایش شما ساختگی ششم تیر 60 نداره؟ طب سوزنی، حالا این که اگر اون خانم دکتر لی خودش هم حالا به نوعی با سازمان‌های اطلاعاتی کار می‌کرده و عمدن این کارو کرده تا بتونن یک مشروعیتی به خامنه‌ای بدن، من این بخش رو نمیتونم تایید بکنم، اما در این مورد مطمئن هستم که دست خامنه‌ای در نتیجه طب سوزنی که خانم دکتر لی 8 ماه بعد از انفجار انجام میداد فلج شد. خب حالا یک سوال دیگه، تا اینجا تا حدودی قضیه روشن هست. ارتباط خامنه‌ای با کاگبه و در واقع مدیریت ترورهای حکومتی در اون حکومتی توسط کاگبه روشن نشد. اینو خواهش می‌کنم مختصر توضیح بفرمایید. باز هم اگر برگردین به مجموعه دیگه از اسنادی که توی کتاب رفیق آیت‌الله هست نگاه بکنید، اولا اسناد بسیار زیادی گذاشتیم، از جمله لیست فارغ التحصیلان دانشگاه پاتریس لومومبا رو که توش شما هم اسم خامنه‌ای رو می‌بینین، هم ری شهری رو می‌بینین، هم موسوی خوئینی‌ها رو می‌بینین، هم محمد علی نظران، همین مسئول حفاظت حزب جمهوری اسلامی. توی این، حالا ما می‌گیم هی دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو، اینجا دانشگاه نیست، اینجا مرکز پرورش تروریسته که به اینها روش‌های ساختن بمب، روش‌های انقلاب کردن، روش‌های استفاده از اسلحه، شبیه سازی انقلاب ها با انقلاب نمیدونم شوروی و این چیزها رو دارن به اینها تعلیم میدن که چطور این افراد جوانی رو که از کشورهای مختلف انتخاب میکنن توی مسکو، اینها برگردن تو کشورهای خودشون و با حمایت سازمان امنیت شوروی اونجا انقلاب بکنن و حکومت های طرفدار آمریکا و غرب رو بندازن و حکومت های طرفدار شوروی رو بیارن بالا. حالا خامنه ای غیر از اسنادی که از دانشگاه پاتریس لومومبا میاد بیرون، ما جسته و گریخته تو نقاط مختلف تاریخ ایران میبینیم، از جمله مصاحبه ای رو که محسن رضایی چند سال پیش با شبکه خبر جمهوری اسلامی داشت. محسن رضایی بیار بسیار نزدیک خامنه‌ای بود به عنوان فرمانده اطلاعات سپاه اون زمان و محسن رضایی عنوان میکنه، یعنی از دستش در میره با همون بر صورت، ایشون توی برنامه زنده تلویزیونی برمیگرده میگه آقای خامنه‌ای که اون زمان که هنوز رهبر نبودن در اوایل انقلاب با من تماس گرفتن و گفتن شوروی‌ها
بعد خود رضایی ادامه میده کاگبه بود اون زمان، با ایشون تماس گرفته بود با خامنه ای و بهش گفته بود که اپوزیشن دارن جمع میشن توی ترکیه و میخوان از اونجا یک حمله نظامی بکنن، سلطنت طلب ها برید جلوش رو بگیرید و اینها. و تو جاهای مختلف تاریخی هم ما میبینید هاشم سباقیان اعلام کرده بود که اسناد کودتای نوژه رو کاگبه در اختیار خامنه ای گذاشته. یعنی مجموعه اینها رو وقتی شما کنار هم دیگه میچینید، از ارتباط بسیار نزدیک خامنه ای با کاگبه، چه در دوران جوانی خودش که اونجا در مسکو تعلیم دیده و چه در دورانی که در دوران بعد از انقلاب که کاملا تغذیه اطلاعاتی داره میشه، اینجا خواهید دید. یه نکته خیلی کلیدی رو من اینجا اشاره بکنم. ببینید جناب فلاحتی عزیز، محمد علی نظران گفتیم مسئول حفاظت حزب جمهوری اسلامیه. زیر نظر من این مسئول حفاظت حزب، بزرگترین انفجار تاریخ جمهوری اسلامی صورت میگیره و قاعدتا اولین کسی که باید به چهار میخ کشیده بشه مسئول حفاظت حزبه. اما با محمد علی نظران کسی کاری نداره و اتفاقا این آدم پروموت میشه، ترفیع درجه میگیره، میاد میره تو دفتر دادستان کل، میشه رئیس دفتر دادستان کل. که دادستان کل کیه؟ قدوسی. چی کار داره میکنه؟ قدوسی مشغول پیگیری پرونده ترور هفته تیره که ببینه کیا اون رو انجام دادن. بعد هشت تیر انجام میشه، ترور دوم صورت میگیره، قدوسی یه سری ردپاها رو پیدا میکنه، موسوی اردبیلی میاد 13 شهریور موسوی اردبیلی اعلام میکنه تو مصاحبه با روزنامه کیهان، میگه دادستان کل آقای قدوسی ردپاهای بسیاری رو پیدا کرده و تیمی که این ترورها رو انجام دادن شناسایی شدن. این حرفو اردبیلی میزنه صبح روز بعد 14 شهریور، یعنی 6 روز بعد از انفجار 8 شهریور. ما میبینیم دفتر آقای قدوسی منفجر میشه. خیلی جالبه که بمب در طبقه پایین اتاق ایشون به سقف طبقه پایین چسبیده که میشه کف اتاق آقای قدوسی، بمب به سقف طبقه پایین چسبیده و این شکلی بمبی بسیار شبیه به همون بمبی که در دفتر نخست وزیری به کار رفته بوده. و اتاق کی بوده اونجا؟ اتاق آقای محمد علی نظران، یعنی نظران بعد از اینکه مسئول حفاظت حزب جمهوری اسلامیه و زیر چشمش اون انفجار بزرگ صورت میگیره، ترفیع میگیره، میاد تو دفتر دادستان، میشه رئیس دفتر دادستان، تو سقف اتاق آقای نظران یک بمبی کارگزاری میشه که حتما خود آقای نظران نبوده و اینجا منفجر میشه. از همه اینا جالبتر اینه، بعد از این دو انفجار بزرگ که زیر چشم آقای نظران صورت میگیره که محمد رضا کلاهی نوچشه، توجه بکنید، آقای خامنه ای وقتی میاد رئیس جمهور میشه بلافاصله بعد از کشته شدن رجایی و اینها، دیگه چند ماه بعد خامنه ای رئیس جمهوره، خامنه ای به محض اینکه رئیس جمهور میشه میاد و بالاترین پست امنیتی دستگاه خودش رو میده به آقای محمد علی نظران. آقای خامنه ای، آقای نظرانی که دو تا انفجار رو مسئول حفاظت اونجاها بود و زیر چشمش صورت گرفت، تو چطوری آوردی و یک همچین سمت بزرگی رو بهش دادی؟ و به محض اینکه خامنه ای رهبر میشه، یعنی در اسفند ماه سال، یه چند ماه بعد از اینکه خامنه ای رهبره، در اسفند ماه سال 1368 خامنه ای میاد یک حکمی رو صادر میکنه که محمد علی نظران رو به عنوان مسئول کل حفاظت ستاد فرماندهی کل قوا منصوب میکنه. چطوری محمد علی نظران که زیر چشمش همه این انفجارها انجام شده، تمام رقبای خامنه ای حذف شدن، مسئول کل حفاظت و تمام هی سمتهای حفاظتی دوباره بهش داده میشه؟ و آخرین نکته بگم، میدونم دارم من وقت رد میشم، فکر میکنم پیگیری پرونده، چرا تمام کسانی که مسئول پیگیری پرونده ترورهای سال 60 شدن تمامشون یکی یکی کشته شدن؟ اول همه آقای قدوسی رو که الان بهتون گفتیم 6 روز بعد از انفجار دوم وقتی سرنخ‌ها رو پیدا میکنه با یک بمب شبیه همون بمب‌ها منفجرش میکنن، بعد میان سراغ ربانی املشی 17 تیر ماه سال 1364، ربانی املشی رو که مسئول دیگه ای پرونده است و دادستانیه که داره این پرونده رو پیگیری میکنه، ربانی املشی رو با یک سم رادیواکتیو مسموم میکنن که به سرطان پیشرونده تهاجمی دچار میکنه طرف رو. جالبه بدونید درست همون سرطانیه که خمینی بهش دوچار میشه دو هفته قبل از اینکه خامنه ای دوران ریاست جمهوریش تموم بشه. یه دفعه خمینی به همون مدل سرطانی که ربانی املشی بهش دوچار شده بود دوچار میشه و ظرف دو هفته از بین میره تا جا باز بشه برای خامنه ای. اما
کجا گفتن که ربانی املاشی کشته میشه؟ کتاب خاطرات وزیر اطلاعات آقای ری شهری گفته بله یکی از معاونین وزارت اطلاعات اومده و ربانی املاشی رو ترور کرده با همین مواد رادیواکتیوی که این مواد رو فقط روس‌ها سازمان امنیت شوروی استفاده میکنه. نفر سوم توی این و به محض اینکه ربانی املاشی کشته میشه اینا میان آقای لاجوردی رو که مسئول پیگیری پرونده بوده لاجوردی رو برکنارش میکنن. آقای موسوی خوئینی ها همکلاسی آقای خامنه ای در همون مرکز پرورش تروریست در مسکو، موسوی خوئینی ها میشه مسئول پیگیری پرونده. موسوی خوئینی ها میاد یکی از دستیاران خودش رو به اسم سید ابراهیم رئیسی میذاره مسئول پرونده. رئیسی و موسوی خوئینی ها هفت خرداد سال 65 میان اعلام میکنن، میگن حضرت امام گفت این پرونده به نفع نظام نیست پیگیری بشه و سال 65 5 سال بعد از اینکه این پرونده داشت مثلا پیگیری میشد و به هیچ جایی نمیرسید، فقط مسئولین پرونده کشته میشن، یه دفعه ما میبینیم پرونده با امضای موسوی خوئینی ها و آقای سید ابراهیم رئیسی این پرونده برای همیشه مسکوت اعلام میشه و در راهروهای بایگانی قوه قضاییه میره که خاک بخوره. تا امروز هم باز نشده چون خامنه ای نمیخواد این پرونده باز بشه. حالا که آقای رئیسی رو میگن که جزو انتخاب خامنه ای انتخاب های اول رهبر است برای جانشینی خودش، جایزه ای که داره دریافت میکنه برای لطفی که به خامنه ای کرده. همون بله همون تیم هستن. به هر حال با تشکر از آقای امیرعباس فخرآور، نکات قابل تأملی که امشب ایشون در این برنامه مطرح کردن و اصلا شواهدی که ارائه شد از کتاب رفیق آیت الله نوشته آقای فخرآور بود، اسنادی هم که ما نشون دادیم از همین کتاب بود. خب مثل همه برنامه های صفحه آخر جنبه اطلاع رسانی داشتیم برنامه و بندم که بنا به حرفم باید عرض بکنم هر هفته که نه من نه اصولا صدای آمریکا نظر موافق یا مخالف درباره این بحث نداریم، برای آگاهی بیشتر از هان است و خلاصه کسانی که علاقه دارن دنبال این قضایه برن و روشن شدن از هان از زوایای تاریک، موضوعی که همچنان بسیاریش پشت پرده است و همه این بحث ها هم تلاشی است برای در واقع برون افکندن خفیه ها از پشت پرده. همینطور درباره اطلاعاتی که مهمان محترم بعدی امشب ارائه خواهند داد هم باز این حرفی که بنده زدم صادق است. بله ببینین از یک شنبه 19 دی شایعه قتل اکبر هاشمی رفسنجانی هم مطرح بوده. تا دیروز که فایل صوتی آقای محمد رضا منتظر القائم به دستمون رسید که قبلا هم گویا این فایل در سطح محدودی پخش شده بود توی دو ماه گذشته، این آدمی که صداشو میشنوید الان داره از جلسه احمدی نژاد و عده‌ای از اطرافیاش با خامنه ای در سوم شهریور همین امسال میگه تو اون جلسه خامنه ای به احمدی نژاد گفت که تو انتخابات ریاست جمهوری سال 96 کاندید نشو. حالا اینو بشنویم. بله دیداری که انجام شده بوده بنا به درخواست شخص عالی رتبه نظام بوده. قبل از این هم دیدارهای مرتبی به صورت هفتگی برقرار بوده. تو این دیدار آخر آقای احمدی نژاد که تشریف برده بودن اتفاقا چند نفر از دوستان همکارانشون رو هم برده بودن، از جمله آقای بقایی که بعد از اون ماجرای زندان و اوین و اینها صلاح بر این بوده که از حضرت آقای تشکری هم داشته باشن و همین واسه آقای امینجاد همراهی کرده بودن. اصل جلسه با حضور همه این دوستان برگزار شده بوده که بله آقایان مسئول دفتر هم اینو درست میگن دوستان که آقای گلپایگانی و اینا هم حضور داشتن، منتها قسمت اصلی جلسه بعد از این بود که وقتی این دوستان تشریف بردن بیرون و آقای گلپایگانی هم اومد بیرون، آقای احمدی نژاد رو حضرت آقا مجددا خواستن داخل اتاق. بعد از این که ایشون برگشتن بیرون تو راه به دفتر بلنجک، اتفاقا ماشینی هم که میخواستن برگردن تا بلنجک ماشین خود تیم حفاظتشون بود که آقای احمدی نژاد دیگه تو ماشین حفاظت خودشون سوار نشد، با تو ماشین آقای بقایی نشستن. آقای جمال فکر اتفاقا جلو نشست، خود آقای بقایی هم پشت فرمان بود که هیچ کدوم از حفاظت ایشون هم نبودن. اونجا آقای امینی‌زاده مطرح کرد که
حضرت آقا نظرش این بودی که فعالیت ها انتخاباتی نشه، با توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی کسالتشون بالا گرفته و احتمالاً به پایان امسال نرسه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. حضرت آقا با اون تدبیر خاص خودشون صلاح تو این دونستن که یکی از ذخایر نظام حفظ بکنن برای اینکه بتونن اون سنگر رو با قوت ادامه بدن، منتها از آقای امجاد خواسته بودن که اشل حرکت رو در حد ریاست جمهوری نگیرن که آمادگی تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشن. تا آقای امجاد هم که از اون محل برگشتن تو دفتر برنجک، همون روز به کمیته های استانی شورای تبیین گفته بودن که برنامه های مدون آماده بکنن برای اینکه یکی از برنامه‌هاشون این بوده که دبیرخونه مجمع تشخیص و مجمع و سازمان مجمع دبیرخونه استراتژیک مجمع تشخیص رو تبدیل بکنن به نقاط استانی، یعنی که مجمع تشخیص تو هر استان یه دفتری داشته باشه. الان هم شما دقت بکنید تمام کمیته های استانی آقای احمدی نژاد دارن فعالیت‌هاشون رو معطوف به مطالعه و تحقیق روی مجمع تشخیص میکنن، به خاطر اینکه قراره تو هر استان یک دفتر از دفتر دبیرخونه مجمع تشخیص رو انشاءالله به امید خدا افتتاح بکنن. بله، به امید خدا. در خدمت آقای روح الله زم هستیم. آقای زم، خوش آمدید به صفحه آخر. لطفا بگین که این آقای منتظر القائم که گویا با جوان فکر کار میکرده در مؤسسه ایران، این شخص کیه؟ ماجرا چیه؟ بگین، خواهش میکنم. آقای فلاتی، این فایلی رو که پخش کردین دیگه تیر خلاص رو زدین به این بنده خدا. این بنده خدا 3 ماه پیش اومد توی اون بحبوحه اخبار و اینایی که پخش میشد راجع به ملاقات آقای خامنه ای با آقای احمدی نژاد، اومد توی یه گروه محدود تلگرامی این فایل رو توضیح کرد. خب چون نباید حرفی رو که میزد، یعنی نباید حرفایی رو که میزد زده بود، دنبالش افتادن که بگیرنش. خب برادر و پدرش از گنده های وزارت اطلاعاتن، اون زمان جمعش کردن. الان از 3 روز پیش با انتشار این فایل جدید این بنده خدا رفته قایم شده هستن، یعنی میخوام بگیرنش و حالا معلوم نیست چی کارش بکنن. ولی این اسمش محمد رضا منتظر قائمه، الان مشاور جوان فکره، ولی تو دولت احمدی نژاد معاون جوان فکر بود، تو روزنامه ایران، مؤسسه ایران. الان مسئول هماهنگی رسانه هاست تو سفرهای استانی آقای احمدی نژاد، مسئول هماهنگی رسانه هاست و یه خانه فسادی هم تو کرج داره و با 2-3 نفرم شریکه و یه باندی تو دفتر احمدی نژاد تشکیل دادن و اینا. و میشه گفت که این فایل موثقه، یعنی ما اون موقع شنیدیم و خب مثلا خندیدیم، گفتیم مثلا مگه میشه این پیشگویی و اینا. ولی بعد از اینکه آقای هاشمی اینجوری شد، یه دفعه رجوع کردیم بهش، دیدیم عجب فایل زی قیمتیه. آقای هاشمی چه جوری شد؟ یعنی ببینین، یه خبری هم هست از شما زدن روح الله زم، اسناد مهمی دال بر قتل هاشمی رفسنجانی در اختیار است. اینجا و اونجا من دیدم که بله، مثلا برای نمونه چیه قضیه آقای زم؟ خواهش میکنم. والا من یه خط نوشتم رو فیسبوکم که حالا شواهد و قرائن و اینا میگه که آقای هاشمی کشته شده، یه دفعه یه خبرگزاری اومد خب بزرگش کرد، زد اسناد. قطعا قتل اینطوری خب سندی وجود نداره براش، اما اینکه شواهد و قرائن رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه، ما از 2 ماه پیش یه منبع خبریمون تو داخل کشور که از نیروهای امنیتی خبر داده بود که اتفاق بزرگی قراره قبل از انتخابات بیفته و بعد از اون اتفاق بزرگ قراره یه پروژه اجرا بشه، بازداشت 60-70 نفر فعالان سیاسی و شروع پروژه اطلاعات سپاه و بیت رهبری و شورای امنیت کشور برای تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و بازداشت یک سری افراد و اینها که حالا اون سناریو چند لایه است که مثل جاهایی بهش پرداختن و اینا. اینا میگفتن قراره یه اتفاق بزرگ پیش بیاد، ولی ما نمیدونستیم چه اتفاق بزرگیه. ما فکر میکردیم مثلا آقای خامنه‌ای ممکنه یه جایی صحبت بکنه، بعد از اون مثلا شروع بشه. یکی این بود، یکی این که مصلحی عراقی روز 9 دی میاد میگه که فتنه گران قراره که تو انتخابات سال 96 با هدایت آمریکا فتنه بزرگی رو انجام بدن و این فتنه دیگه مثل فتنه سال 88 نیست که بعد از انتخابات باشه، قراره قبل از انتخابات باشه. این دومین قرینه.
سومی انتصاب محمد حسین زیبایی نژاد که به سردار نجات ملقب، طراح حصر رهبران جنبش سبز و قبل از اونم فرمانده سپاه حفاظت ولیعهد بود. این اومده بود معاونت فرهنگی سپاه رو گرفته بود و بعد ده روز قبل از قتل هاشمی میاد توی میشه جانشین حسین طایب تو سازمان اطلاعات سپاه. این قرینه ها رو که کنار هم دیگه میذاریم، منهای این که عکسی از آقای هاشمی اصلا وجود نداره، این همه مسئول توی که جمهوری اسلامی میمیرن ولی ازشون ده ها فریم عکس وجود داره، چرا از آقای هاشمی عکسی وجود نداره، همه اینا منو به کنکاش واداشت و با منابعی که تو داخل داشتم به این نتیجه رسیدیم که آقای هاشمی کشته شده. به چه دلیل کشته شده؟ آقای هاشمی صبح از مجمع میاد بیرون، صبح مجمع بوده، حالش خیلی خوب بوده، تا ساعت 2-3 مجمع بوده و انقدر که شاداب بوده میگه که من میخوام برم امروز ورزش کنم و اصلا سابقه نداشته که میاد تو مجموعه کوشک بالاست، توی روبرو مجموعه حافظی است تو خیابون جاودان، میاد اونجا دست مجمع بوده و مدیران مجمع با آقای هاشمی و اینا میرن اونجا. از اینجا به بعد دیگه چه کسی نمیدونه که چه اتفاقی افتاده، ولی تو تحقیقی که من کردم و متوجه شدم محافظین آقای هاشمی میگن که حاج آقا به ما گفت که دوربینای مجموعه رو خاموش کنیم و من میخوام خودم تنها برم استخر. وقتی ما پرسیدیم که چرا آقای هاشمی تنها رفته تو، گفتن حاج آقا گفته که تو نیاین، من میخوام خودم تنها برم استخر و دوربینای مثلا مجموعه داخل و اینا رو خاموش کنه. خب آقای هاشمی الان نیست که شهادت بده که آیا خودش گفته دوربینای مجموعه رو خاموش بکنین یا نه، و این اتفاق محافظین میگن برای اولین باره که اتفاق میفته و آقای هاشمی تا حالا نگفته بود دوربینای مجموعه رو خاموش بکنین موقعی که من میام اینجا. و موقعی که میام تو شبیه سازی میکنن، یعنی این شهادت امیرکبیر که در همون شب 20 دی اتفاق افتاد و در حمام فین کاشان بود، هاشمی رو توی مجموعه کوش که همون استخر کوش سرش رو زیر آب میکنن. این سر زیر آب کردن دو تا معنی داره آقای فلاحتی، یعنی اینکه ما سرش رو کردیم زیر آب بقیه حواسشون باشه، و دوم اینکه با اون سر زیر آب کردن آقای هاشمی خفه میشه تو استخر، یه مدتی مسکه نگه میدارن سر. و نیم ساعت بعد محافظا میان تو و میبینن که جنازه اونجاست، یعنی افتاده رو آب و شریه ها پر از آب شده، شش پر از آب شده. و اونجا چون تیم پزشکی نبوده، وزیر بهداشت اشاره کرد روز اول، گفت قصور تیم پزشکی بوده و این درسته، تیم پزشکی تو مجموعه کوشک حضور نداشته و با تیم حفاظت نبوده، اونجا میتونستن با اگه تیم پزشکی حضور داشت میتونستن اینو احیا بکنن، یعنی با تنفس و اینا آب رو از توی شش ها خالی کنن، از توی ریه خالی بکنن و شاید تونستن احیا بکنن. اما جنازه رو دیگه بعد از نیم ساعت سرد میرسونن به بیمارستان شهدای تجریش که دیگه خب همه چی تموم شده. آیزم با این جزئیات که شما فرمودی، یعنی حتی سرش رو زیر آب میکنن با به شیوه عملی عرض کنم، اینا رو خب چجوری بپرسم؟ اولا کی به شما گفته؟ ثانیاً حالا گیرم که نه، واقعا جدی عرض میکنم که همه اینا درست. خب وقتی با این جزئیات فرض بفرمایید که شما روح الله زم بداند، خیلی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی هم میدونن، خب چرا پس خبری نمیشه؟ چرا کسی یقینه میگیره؟ ببینید بحث کالبد شکافی جسد بود که ببرن جسد کالبد شکافی، همون شب آزمایش سمشناسی گرفتن که ببینن آیا مثلا تزریق سمی اینا چیزی بوده یا مثلا چیزی انجام شده. چون این سری خبرای چیزام پخش شده بود که حالا با سران سپاه جلسه گذاشتن و آیا هاشمی نوشیدنی خورده و بعد حالا افتاده این فیلمای سینمایی و اینا، نه اینجوری نبوده. همون شب آزمایش سمشناسی هم گرفتن که بتونن ثابت بکنن، اما از اون آزمایش چیزی در نیامد. اما من با منابعی که دارم و تا حالا خبرام هم مثلا دست اول بوده و اصلا ردخور نداشته تا الان همش تایید شده، تو داخل کشور نمیتونن به این بپردازن. منم تو خارج از کشور الان دو روزه دارم فکر میکنم که آیا اینو بگم آیا اینو نگم. قطعا این قضیه برای من تبعات داره، تبعات خیلی زیادی داره این قضیه برای من، ولی خب بهتر از اینه که یه دفعه بشه مثل قتل سید احمد و یه 7-8 سال بعد از توی اعترافات سعید امامی یه چیزایی در بیاد. و خب الان رسانه اجتماعی پیشرفت کرده و باید این قضایا گفته بشه که مردم بدونن که این قتل ها، این قتل هم جزء یکی از اون قتل های حکومتی بوده که سابقا تو جمهوری اسلامی زیاد انجام شده، الان هم انجام شده، ممکنه برای ما هم بعدن انجام بشه. یه چینی، یه هندی، یه چیزی بیاد با مثلا یه چیزی، یه چاقوی به آدم تو این کشور رو فرو بکنه و بعدش هم بگن رو نزاع شخصی کشته شد. ولی
این اتفاق افتاده، من نمیتونم منبع رو بگم چون میدونید که بحث حفاظت از منبع فعالیت رسانه این خیلی مهمه. اصلا منبع نیست، ولی یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. ما درباره سرکوب روزنامه‌نگارا، جاسوس پروری بین بعضی از روزنامه‌نگارا، متاسفانه این موضوعی است که بعداً حتما با شما بهش خواهیم پرداخت. های زم فقط یک نکته رو بگم که شما گفتین یه دقیقه توضیح خواهش می‌کنم بدید. شما گفتین یکی از واحدهای خبریتون در ایران، شما یعنی جمهوری اسلامی هم میگوید که شما گرداننده آمد نیوز هستید. رابطتون با آمد نیوز چه؟ تکلیف ما روشن کنیم و با آمد نیوز هم، چون آمد نیوز مواضع خاص مشخصی داره که با حرفایی که الان شما میزنید اصلا هیچ خانایی نداره. خواهش می‌کنم. خب این خیلی اتهام بیخودیه. من یه دقیقه وقت داریم. خواهش می‌کنم فشرده بگید. من بارها اینو تکذیب کردم، ولی منتها دوست دارن یه عده‌ای بگن آقا اینجا مال شماست. من ادبیاتم اصلا فرق داره، من با آقای خامنه‌ای آیت الله خامنه‌ای نمیگم، بگم علی خامنه‌ای. طبیعتاً این توی بازخورد کارم هم باید مشخص باشه اگر که اونجا مال من باشه. نه، اینجا یک سال پیش من راه انداختم، مال من بود و پول نداشتم و چون هزینه سنگینی داشت سرورش شد، نگهداری فنیش رو اینو نداشتم، واگذار کردم به یه تیمی. البته کتمان نمی‌کنم، گهگاه مثلا یکی دو تا خبر براشون فرستادم و برای من منتشر کردن و هیچ منتی هم نداشتن و منم هیچ منتی نداشتم. مثل اینکه خبر مثلا از من جای دیگه منتشر میشه و پخش میکنم خبرامو توی وبسایت های مختلف، اینجا هم یکی از اون وبسایت هاست، ولی هیچ ارتباطی من با آمد نیوز از نظر سازمانی یا ارگانیست یا اصلا تیمی یا اینا ندارم، ولی میدونم تیمشون خیلی قویه و داخل و خارج کشور دارن فعالیت میکنن. بسیار سپاسگزارم آقای روح الله زم. باز در خدمت شما حتما خواهیم بود. آقای روح الله زم، روزنامه‌نگار آزاد که با یه تعداد از نشریات خارج از ایران به ویژه همکاری میکنن و العربی و دیگر نشریات غربی هم. شبتون خیر آقای زم. شب شما. پرده آخر پنجشنبه طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگی که داره اینی که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده، اونم دانشمندان حقیقی، عالمان و حکیمان. و روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینی که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت و شیطان در حقیقت در او کمترین برد نفوذ رو پیدا میکنه. شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه. شب جمعه بعد از نماز عشاء تأکید بود که اون فرزند احتمال اینکه از ابدال، یعنی از افراد بسیار بزرگ و عالمان درجه یک ویژه‌ای که دنبال حجت حق بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بگیره به طور ویژه خواهد بود. ولی شب اول ماه رمضان ما نمیدونیم در حقیقت در کل عالم ملک و ملکوت چه تغییرات ویژه‌ای رخ میده که تأکید شده این شب جزء مستحبات هستش و میتونه طول موج و فرکانس مثبتی رو در شخصیت بچه و والدین داشته باشه. وقتی میگید که شب سه شنبه، منظور از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟ این سوال دوستان ماست. تا اذان صبح شبه، پس غروب خورشید تا طلوع فجر صادق، یعنی تا از اون صبح شبه در فرهنگ دینی ما. برای همین هم اگر به ما عملی رو میگن در شب مثلا جمعه انجام بدید، یعنی از اذان شب جمعه، پنجشنبه شب، بله، تا اذان صبحش. حساب روزا و شبا و اینا رو داشته باشین تا دو هفته دیگه. شب و روزگار خوش.